در مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای فهیم کدامنی استاد دانشگاه سلام بر شما خوش آمدین ما برنامه بر شما زمزمه های که روی ساختار سیاسی آینده افغانستان مطرح میشه اما مناسب است در یه حکومت مشارکتی آل که در حال حاضر والی س... استریت جورنال میگه روی حکومت موقت رزانمه خلیزات با رهبران افغان و همچنان طرف طالبان صحبت کرده بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام هر طرحی که بتانه صلح را تضمین کنه خب از جنگ کرده بهتر است اما متاسفانه در بیشتر از یک سال که نماینده ایالات متحده امریکا با طالب ها مذاکراتشان را دوام دادن و مدت زیاد است که نماینده جمهوری اسلامی افغانستان هم با نماینده گروه طالب ها در دوه قطر رو درون نشستن و مذاکره دارند متاسفانه چیزی را که ما میبینیم بیشتر طالبا از خدعه سیاسی استفاده کرده میرن تا حالا حتی اینا حاضر نشدن که گام اولی را که آتش بس از بپذیرن با وجود که تعداد زیادی از زندانی هایشان هم آزاد شد مسئله حکومت مشارکتی را که اینا روی دست گرفتن من حراس دارم که در درون سیستم یا در درون نظام یک نوع پراغندگی را ایجاد نکنن یک تعداد از افراد متزلزل رابطه ایجاد نکنند با طالب ها و با این شگرد یا با این تکتیک خود اینا به فکر فروپاشی نظام شاید باشند زیاد خوشبین نیستم چون هیچ گونه حرکت مثبت را که در او دیده شوه که اینا واقعا نیت به خیر مردم افغانستان دارن از طرف گروه طالبان ندیدیم درست و اگر این گونه شود که سیاستگران در حال حاضر یک دیدگاه بگونه یکسان داشته باشند در مورد این طرح تازه روی ساختار سیاسی آینده افغانستان اما رهبران حکومت به شخص رئیس جمهور نپذیرفت که در حال حاضر هم در روز گذشته در پارلمان اشاره داشتند که پیروی باید از قانون اساسی افغانستان صورت بگیره و تنها راه آمدن به قدرت انتخابات است یعنی قرار نیست که به هیچ عنوان کنار برند خانم محمدی ما حشد ضرورت به یک اجماع سیاسی داریم در این طرف تفاوت های اندک دیدگاه خود را سیاسیون باید کنار بگذارن و به یک اتحاد و اتفاق عمومی که خط قرمزشان منافع عمومی مردم افغانستان را افغانستان است به او برسند قانون اساسی فعلی افغانستان میتونه در آینده به عنوان یک منبع خوبه برای استفاده باشد تا که قانون اساسی بدی که بعد از صلح بعد از پیوستن گروه طالبا به پروسه صلح از همین قانون میتونیم استفاده کنیم ولی اگر از حال این قانون را تعطیل کنیم پس جای از چی بگیره؟ بدیل چی باشه با استناد یا با, توسل با توسل به کدام قانون و اصل ما, ما دوام بتیم همی زندگی سیاسی نظام افغانستان را ما در اول هم اشاره کردم که خالی کردن زیر پای نظام تحتیل کردن قانون اساسی به هم زدن نظام این میتونه یک تکتیک خطرناک از طرف طالب ها باشد تا ای که کاملا این طرف صفه متشتت و پراگنده بسازه و اونا ماهی مرادشان را بگیرند درست اما حکومت افغانستان به ویژه جمهوریت که میگه این تر به شریک ساخته و اینا ریزنی هایشان را ادامه میدهند پس پر سه سال به کجا خواهد رفت و این هیئت چه تصمیمی را میتونه بگیره مستقل است در کارشان در حالی که اینا با مشورت رهبری حکومت رویالی مصالح ملی اینا کار میکنن اما همچنان میگن که خب این تر با ما شریک ساخته شده در حالی که ارگ ریاست جمهوری این را رد میکنه خب حیات بله حیات مستقل است اما متاسفانه در مذاکراتی که در دوها تا به حال انجام دادن زیاد چیزی که امیدوار کننده باشه هیچ ندیدیم و نشنیدیم مثلا همه مشکل افغانستان فقط مشکل امنیتی و سیاسی نیست با طالب ها مسئله حقوق زنا موارد مختلف مسائل حقوق بشری را تا به حال هیچ بحث نکردن طالب ها حاضر نشده در ترکیب حیات خودشان قراره که در همیتر هم همه موش خواندیم که اونا ادا دارن که یک طرف قضیه یعنی 50 فیصد کاملا اونا باشن پس در این ترکیب جایگاه زنها کجاست جایگاه جوان ها کجاست اقلیت های مذهبی در او ترکیبشان جایگاهشان کجا هستند؟ متاسفانه روش طالب ها نه تنها برای حکومت بلکه برای سیاسیون دیگه افغانستان هم قناعت بخش نیست این طرف نیاز است که خیلی با احتیاط با دقت کار گرفته شود نشه که طالب ها با وقت کشی متحدین بین المللی افغانستان را خسته بسازه و از طرف و از طرف دیگه در, در صف ما که در مجموع زیر بیرق جمهوری اسلامی افغانستان زندگی میکنیم تشتات و پراگندگی را بیاره و مثل که یک تعداد از گروه های خیلی ضعیف به دستور کشور که طالب ها را حمایت میکنن واضح تر بگویم کشور همسایه شرقی و جنوبی ما اینا طرفدار تضعیف یا براندازی نظام هستند متاسفانه این آتش است که دودش به چشم مردم بیچاره و مظلوم افغانستان میره و به هیچ عنوان طرفدار به هم خوردن همه سیستم و نظم نیستیم در او صورت ما متاسفانه تسلیم داده میشیم به یک گروه جنایتکار و تروریستی که حاضر نیست هیچ گونه حق شهروندی مردم ای کشور را به رسمیت بشناسند درست من میخوام یک سال دیگه هم داشته باشم زمانی که خود هیئت جمهوریت تایید میکنه که خب آقای خلیزاد تر که با سیاسون افغانستان شریک ساخته بود با اینو هم شریک ساخته که اون طرح ساختار سیاسی آینده افغانستان است چند مطلب میتونه نشون بده یک که مذاکرات تا این دمه هیچ بوده و دوم این هم که میتونه بایانگر این باشه که خود افغانان دیگر در بین خودشان جور نمیه و باید اینچنین یک طرح بیا و در میز مذاکره گذاشته شود خانم محمدی خب در نظام های دموکراتیک تفاوت دیدگاه یا اختلاف نظر یک امر پذیرفته شده است بله. ما قرار نیست که همه همه مردم در این طرف یک رقم فکر کنیم تفاوت دیدگاه وجود دارد شاید با حیات هم شریک ساخته شده باشه از طرف آقای خلیلزاد اما متاسفانه حرکت های آقای خلیلزاد زیاد یک نواخت نبوده در دوره آقای ترامپ یک رقم بود روش آقای خلیلزاد در دوره آقای جو بایدن تور دیگه است این زیادتر ما را مشکوک ساخته که مبادا از او طرف خدای ناخواسته کدام اجندای دیگه وجود داشته باشه که او اجندا دوام جنگ در افغانستان باشه دوام خون ریزی باشه و دوام بدبخت ساختن مردم ما باشه ما قرار نیست هر چیزی را که آقای خلیلزاد یا هر خارجی دیگه به عنوان طرح میارن مردم افغانستان و نماینده جمهوری اسلامی افغانستان او را بپذیرن خب حفظ نظام حفظ امنیت عمومی شهروندا ای از مکلفیت های همه ما است که باید برش فکر کنیم متوجهش باش اما هرگاه تضمین داده شود به زیر یک چتر با اعتبار بین المللی که سال همیه در او صورت در مورد نظام آینده افغانستان نظام مشارکتی شرکت احزاب و گروه های متعدد میشه که بحث صورت بگیره متاسفانه یک چیز دگیرم که خانم محمدی تکرارا یک بدعت سیعه را که در بن گذاشته شد در این مذاکرات ما میبینیم که باز مردم افغانستان را به کتله های قومی تقسیم کرده روان هستند که میتونه یک اساس خیلی بده باشه که در بون هم این اساس گذاشته شده بود ما در این وطن نیاز داریم که مشارکت حزبی داشته باشیم سازم، مشارکت سازمانی داشته باشیم اقوام باید در احزاب جمع شوند هر چی که ما ساختارها، ساختارهای قومی را پر رنگ بسازیم اختلافات را در بین مردم ما زیاد میکنه دیوارهای عصبیت در بین ما ایجاد میشه و ما را به طرف تقابل و های قومی سوق میتنم درست آقای کدامانی روی از این صحبت داشته باشیم با نزدیک شدن اول می فکر میکنین که خب روشن شوه چی موزیگیری گیری یالات متحده امریکا باشه چی هم طرف طالبان که اینا هنوز هم در حال حاضر که اینا خوشونت افزایش دادن و نگرانی ها وجود داره همچنان این خوشونت افزایش پیدا خواهد کرد که اگر نیروهای خارجی بیرون نشه و تصمیم یالات متحده امریکا و حکومت افغانستانه هم در امریکا و هم در تمام کشورهای عضو ناتو حتی آلمانی ها اخیرا علنا اعلان کردند این نگرانی وجود داره که خروج غیرمسئولانه مسئولانه نیروهای نظامیشان از افغانستان نداشته باشند یعنی ما تا اول دیگر وقت داریم که باید فکر کنیم چی باید شود خب اینا اعلان کرده رفتن آلمانی ها اعلان کرد امریکایی ها هم این بحث ها به شکل غیر رسمی بارها مطرح شده طالب هم آمادگی به جنگ گرفتن چون طالب در همین طول حیات سیاسیش یگانه روش پسندیده در بینشان اعمال خشونت بوده هنوزم کم مافی سابق اینا به این مبادرت ورزیدن من فکر می کنم که سال پیش روی سال خونین شاید باشه بهتر است که ما صف مشترک داشته باشیم صف واحد داشته باشیم از نیروهای قوای مسلح خود حمایت کنیم سیاسیون ما جمع حکومت افغانستان به اتفاق نظر برسند در مورد دفاع از کل نظام حکومت مشارکتی را که مطرح میکنن ما امیدوار هستم که حکومت افغانستان بیشتر همه شمول شده بره تا او وقت را ها هم بنوان یک حزب یا گروه سیاسی بعد از که مذاکرات صلح نتیجه میتا یا نشسته که آینده در ترکیه یا هر کشور دیگه که در نظر گرفته میشه برای طالب ها هم بنوان یک گروه و حزب سیاسی کشور ما سهم اما متوجه باشین ما تکرارا ایده ما تکرارن یادآور میشم خانم محمدی که طالب ها یک گروه سیاسی افغانستانی محض نیستند در اونجا ترورست ها از کشورهای مختلف وجود داره زیر همون چتر امارت اسلامی طالب ها بعضی از گروه های سیاسی هم متاسفانه تحریک طالب ها را بیشتر نامشان را امارت اسلامی میگرن که یعنی یک دو دولت را عملا در افغانستان نشان میتن که هم جمهوری اسلامی اینجا است و هم امارت اسلامی طالب ها زیر بیرق از او های کشورهای مختلف است و کنترل تحریک طالب ها در دست گروه القایده است که بزودی برای بر طالب ها اجازه نمیتن بلد. که بیاید به پروسه صلح بپیوندن تشکر سپاس از اینکه شما حضور یافتین ممنون شما